درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد و تندرست باشین. خب این فصلی که الان واردش شده بودیم یه بخشی داره که در ادامه بحثای قبلی تو همون مجموعه ها و بحث بسیار ساده قشنگ هم هست، کاربردی است. امیدوارم که خوب دقت کنی و یاد بگیری. عنوان کلیش مجموعه مرجع و مجموعه متمم و این هاست که الان هر کدومش رو براتون توضیح میدم. بسیار ساده است و با کمی دقت یاد میگیری و میتونی ازش استفاده کنی. من یه چند تا مجموعه میری که مجموعه چی دیگه، یه سری عضوان کنار هم جمع شدن، یه ویژگی های احتمالا نزدیک به هم هم دارن، به حال میتونن از اعداد، اشکال، اسامی، هر چیزی هم میتونن تشکیل شده باشن. مثلا فرض کن مجموعه رو حالا با حروف بزرگ نامگذاری کنیم، مجموعه A رو من به این صورت تعریف کردم، مجموعه قارچ های سمی. خب خیلی قارچ ها اصلا سمی هستن. اون مجموعه اون قارچ ها اعضای مشخصی داره و با نام A من مشخصشون کردم. حالا تو همین موضوع قارچ ها من یه مجموعه دیگه رو دوست داشتم تعریف کنم به نام مجموعه B که شامل مجموعه قارچ های خوراکی باشه. خب هر قارچی که نمیشه خورد، بعضیش میشه خورد، اون تمام اون در واقع قارچ های خوراکی که حالا شما بشناسید یا نشناسید به حال وجود داشته باشه و قابل خوردن باشه، تمامشون یه مجموعه رو ایجاد میکنن. اسم اون مجموعه رو من گذاشتم مجموعه B. شاید البته همه انواعش هم من نشناسم ولی اعضای مشخصی داره. به حال اون مجموعه قارچ های خوراکی طبیعتا سمی نیستن و اونایی که سمی هستن خوراکی نیستن. حالا یا یه مجموعه دیگه رو مشخص کنم، مثلا میگم مجموعه شامل قارچ های تولید شده در کارخانه سلامت. فرض کنید کارخونه باشه به نام کارخونه سلامت، طبیعتا این قارچ هایی رو داره تولید میکنه. حالا شاید همه انواع قارچ های خوراکی هم شامل نشه، یه تعدادی قارچ داره تولید میکنه که حالا فروش مشخصی داره، در توان تولیدش بوده. تمام اون قارچ هایی که اون تولید میکنه رو من با مجموعه C مشخص میکنم. یه مجموعه دیگه هم تعریف میکنم، میگم مجموعه قارچ های استفاده شده در نوع خوراک. فرض کنید نوع خاصی سوپ داریم تولید میکنیم که حالا توش از قارچ هم استفاده میشه. اون نوع خاص خوراک که حالا مشخصه، یه انواعی از قارچ توش استفاده شده، انواع قارچ های استفاده شده، من اسمشو میذارم مجموعه D. پس ببینید در موضوع قارچ ها من میتونم اسمای مختلف بدم، همشون قارچ هن. ولی هر کدومش یه سری از این اعضا رو دارن انتخاب میکنن و به خودشون اختصاص میدن. یه مجموعه هم حالا مشخص میکنم، میگم مجموعه شامل همه انواع قارچ ها. دوست داشتم اسمشو بذارم U. حالا بعد متوجه میشه که این U میتونه در واقع حالت خاصی باشه. چیزی که مشخصه اینه که مجموعه شامل همه انواع قارچ ها انگار این مجموعه های دیگه ای که گفتم رو تو خودش داره. قبول داری که اگه یه مجموعه داشته باشیم که شامل همه انواع قارچ ها، حالا منظورم قارچ به عنوان بیماری منظورم نیست، حالا قارچ هایی که توی جنگل این ورانور به وجود میاد یا تو کارخونه ها تولید میشه، منظورم اون نوع قارچ ها رو حالا در نظر بگیریم، اگه اونو به عنوان یه مجموعه بزرگ بگیریم، قبول کنید که قارچ های سمی رو میتونیم توی اونا پیدا کنیم. یعنی توی این مجموعه مطمئنن همه انواع قارچ های سمی اون تو هستن، همه قارچ های خوراکی توی اون مجموعه هستن، همه قارچ هایی که توی کارخونه سلامت هم تولید میکنن مطمئنن توی اون مجموعه هستن، قارچ های استفاده شده توی اون نوع خاصی از سوپ هم که مثلا فرض کن تو جایی توی مثلا شرق آسیا تولید میشه، توی اونا هم اگه بری نگاه کنی همه انواع اون قارچ ها هم باز دوباره توی این مجموعه هستن. این مجموعه رو اسمش رو میذارم مجموعه مرجع، مجموعه جهانی بعضی جا بهش میگن. این یو هم شاید از یونیورسال اومده باشه، مجموعه جهانی، یعنی مجموعه که شامل همه مجموعه های دیگه که توی اون موضوع تعریف شدن باشه، که این مجموعه میتونه بزرگ باشه میتونه کوچیک باشه. حالا من یه مجموعه دیگه هم تعریف میکنم، می‌نویسم مجموعه قارچ های غیر سمی. خب من اگه اینجا نگاه کنم ببینم این غیر سمی میتونه مثلا با سمی یه رابطه‌ای داشته باشه، مجموعه قارچ های سمی، مجموعه قارچ های غیر سمی. خب اگه من سمیا و غیر سمیا رو بریزم رو هم، خب میشه همه انواع قارچ ها. یعنی تو کافی از این مجموعه بزرگی که اسمش رو گذاشتیم مجموعه مرجع که یو باشه، قارچ های سمی رو ورداری تا چیزایی که بمونه اونهایی که سمی نیست باشه. آ
به خاطر همینی که من اسمش حالا ترجیح دادم که از یه نمادی نزدیک به آ استفاده کنم، که البته این نماد یه چیز قراردادیه. دوست داشتن مشخص کردن که اینو با آپریم نشون میدن. حالا تو کتابای مختلف با نمادهای مختلف نشون میدن. الانم دلیل رو من بگم، بعضی این بالا سی میذارن میگن آ کامپلیمنت، یعنی در واقع متمم آ، یا مثلا بعضیا یه حالتی مثل علامت آی با کلا پوشش میزن. به حال اون چیزی که تو کتاب درسی خودمون هست رو فعلا یاد بگیریم، شروعش نکنیم. اگه این مجموعه آ باشه یه علامت پریم میذاریم بالاش و اسمش رو میذاریم مجموعه آپریم. مجموعه آپریم مجموعه ای است که شامل آ نباشد، یعنی از مجموعه مرجع، مجموعه اصلی که به عنوان بزرگترین مجموعه تعریف کردیم، اعضای اون مجموعه رو وردار، هر چی میمونه میشه آپریم. خب در هر مبحثی مجموعه ای هست که شامل همه اعضای همه مجموعه های مورد بحث باشه. یعنی من اومدم مثلا یه سری مجموعه تعریف کردم، بعد از اینکه همه مجموعه هایی که توی یه بحثی ممکنه مطرح بشه در نظر بگیرم، میام یه مجموعه بزرگتری رو در نظر میگیرم که این مجموعه بزرگتر شامل همه اعضای اون مجموعه های دیگه باشه. اسم اون مجموعه رو من میذارم مجموعه مرجع. با چی نشون بدیم؟ با یو، که بهش مجموعه جهانی هم گفته میشه. تو بعضی از کتابای دیگه یه ذره قدیمی‌تر ممکنه اینو با ام بزرگ هم ببینید، یعنی فکر نکنید که این مبحث دیگه است یا چیز دیگه است. اون سوالا هم شما میتونید جواب بدید، ولی کتاب درسی ما قاعدتا اینا رو با یو نمایش داده، بهش میگیم مجموعه مرجع. خب حالا طبیعتا این مجموعه قرار شامل همه اون مجموعه های مورد بحث من باشه، پس همه اون مجموعه ها در واقع به شکلی زیر مجموعه مجموعه من هستند، یعنی همه اعضای اون مجموعه ها در مجموعه جهانی دیده میشه. یعنی آ قطعا زیر مجموعه یوه اگه تو همین بحث باشه. حالا اگه من بیام یه مجموعه رو تعریف کنم مثل اسمشو بذاریم آپریم، که از یو انگار همه اعضای آ رو ورداشته باشیم و هر چی باقی مونده باشه رو بیایم توی یه مجموعه جدید بریزیم، به اون مجموعه میگن مجموعه متمم آ. متمم یعنی تمام کننده. این مجموعه متمم آ و آپریم نشون میدن و شامل همه اعضای عضو یو که در آ نباشه. آ آپریم باشد نباشد. این بحثی که الان داریم یاد میگیم بچه ها در همین سال دهم توی فصل‌های آخر که میرسیم به احتمال اینا ازش استفاده میکنیم. این کتاب به شکلی طراحی شده که شما را آماده میکنه برای فصل‌های بعدی. یه بحثی نیست که شروع بشه و همینجا تمام بشه. بسیار کارآمده. امیدوارم دقت کنید. میبینید که تنجش هم خیلی سخت نبود. خب حالا من اینجا میخوام چند تا مجموعه رو باش کار کنم، آپریم ببینم چجوری بنویسم. ببینم میتونم اعضای آپریم رو مشخص کنم اگه مجموعه آر داده باشن. آر رو اینجوری تعریف کرده، گفته ایکس های عضو اینی که ان، یادت میاد دیگه، مربوط به مجموعه اعداد چی بود؟ اعداد طبیعی بود. اعداد طبیعی چیا بودن؟ اعدادی بودن به صورت 1, 2, 3, 4, 5, 6 الاخر، همینطور ادامه پیدا کنه. این مجموعه اعداد طبیعی رو نشون میده. حالا توی این مجموعه اعداد طبیعی اونایی رو توی آن داریم که حتما بزرگتر یا مساوی 5 باشن. خب میتونی اعضای آ رو بهم بگی چی هست؟ اعدادی که طبیعی باشن، بزرگتر یا مساوی 5 هم باشن. خب دیگه کاری نداره، 5, 6, 7, 8, 9, 10 الاخر. اینجوری که این گفته ایکس های عضو اینی که این ویژگی رو داشته باشن، یعنی انگار دوست داشته که مجموعه اعداد طبیعی رو به عنوان مجموعه مرجع بگیره. گفته اگه مجموعه مرجع رو من بگیرم اعداد طبیعی، اونایی که بزرگتر مساوی 5 هستند رو برای من به عنوان اعضای آ بنویس، که ما اعضای آ رو نوشتیم. حالا این از من آپریم رو خواسته بود. آپریم چی بود؟ میگه برو تو مجموعه مرجع اعضای آ رو حذف کن ببین چی میمونه. خب مجموعه مرجع من مگه این نبود 1, 2, 3, 4, 5, 6 الاخر؟ اگه من 5, 6, 7, 8 الاخرش رو از توش بردارم چی میمونه؟ خب قاعدتا 1, 2, 3, 4 میمونه. یعنی انگار آ رو بریزیم رو آپریم باید بشه مجموعه مرجع ما. چی رو من به 5, 6, 7, 8 اضافه کنم تا مجموعه اعداد طبیعی به عنوان مرجع به وجود بیاد؟ خب 1, 2, 3, 4 رو نداره. این همون چیزی که ما بهش میگیم آپریم. الان ما یه مجموعه مرجع نامتناهی داریم. مجموعه مرجع ما مجموعه اعداد طبیعی بی شمار عضو داره. مجموعه آی ما هم اتفاقا نامتناهیه. 5, 6, 7, 8 الاخر، اینم نامتناهیه. ولی متممش تو این مثال یه مجموعه متناهی شد.
در این مثال نه فکر کنی همیشه اینجوریه، چون اتفاقا ممکنه توی یه سوالی برای شما اینجوری مطرح کنه، میگه آقا خودت برو برای من یه مثالی بزن که مجموعه مرجعش نامتناهی باشه، مجموعه آ نامتناهی باشه، اما متممش متناهی باشه. اون وقت تو باید بتونی همچی چیزی رو، نه حالا همینی که من نوشتم، یه چیزی مثل این تو ذهنت بیاد و اون رو به صورت یک مجموعه مشخص کنی. خب مثال بعدی بی رو به این صورت تعریف کرده، گفته که ایکس حتما عضو زده و ایکس بزرگتر مساوی 5 هم هست، یعنی این دفعه زد رو به عنوان مجموعه اعداد مرجع گرفته، مجموعه مرجع رو مجموعه اعداد زد گرفته که زد اسمش چی بود؟ مجموعه اعداد صحیح بود. اعداد صحیح چیا رو عضو در واقع به صورت عضو داشت؟ همه اعداد منفی صحیح رو داشت، صفر رو داشت و اعداد مثبت، یعنی در واقع اعضای W و قرینه هاش. خب حالا ما تو اون اعداد که با 3 نقطه می اومدیم، بعد میشه من 2 من 1 0 1 2 3 4 و الی آخر، بزرگتر مساوی 50 شو به عنوان مجموعه B میخوایم. خب پس اعضاش میشه چی؟ خود 5 میخوام، میشه 5 6 7 8 و الی آخر. حالا برو از توی Z B رو حذف کن. من در واقع باید اینجوری انگار اینو حلش کنم که چی رو به این اضافه کنم تا مجموعه Z اضافه بشه. این چی نداره که من بهش بدم تا کامل بشه Z رو به وجود بیاره؟ خب 4 3 2 1 رو نداره و اعداد منفی و صفری که در واقع بعد از اون میان، پس میشه 3 نقطه. اون چیزی که نداره من 3 من 2 من 1 0 1 2 3 4، بقیه‌اش هم که خودش داره، این میشه مجموعه بپریم. حالا بگو ببینم مجموعه مرجع تو این سوال متناهی بود یا نامتناهی؟ خب معلومه دیگه، زد بی شمار عضو داره، نامتناهی. مجموعه اصلیمون چی بود؟ بی شمار عضو داره، نامتناهی. متممش چی شد؟ بی شمار عضو داره، نامتناهی. یعنی تو این مثال ما تونستیم مجموعه ای رو در واقع ایجاد کنیم که در اون U, B و B پریم هر سه تا نامتناهی باشن. پس اینم میتونه جواب سوالی باشه که بگین یه همچین مثالی بزن یا مثال‌های شبیه این. خب حالا میتونه به شکلی یه ذره شلوغ‌تر هم مطرح بشه. اینم یه سوال بامزه است. نگاه کن، گفته که x عضو n باشه. x عضو بازه من 2 11، بازه بسته. یادت میاد بازه بسته داشتیم، بازه باز داشتیم، بازه نیم باز داشتیم. این الان کدومه؟ بازه بسته است که دو طرفش کروشه است، که x بزرگتر مساوی 8 هم باشه. مجموعه مرجع کدومه بچه‌ها؟ مجموعه مرجع اونیه که قبل از این خط عمودی، قبل از این پاره خط، حالا هرچی که هست دارید میبینید، این تا اینجا داره مجموعه مرجع رو برای ما مشخص میکنه. قبل از این شرط در واقع x عضو n باشه، x بین من 2 11 هم باشه، این میشه مجموعه u ما. خب u ما پس شامل چیا میشه؟ عضو n باشه، از من 2 تا 11 هم باشه. ما که اصلا عدد منفی نداریم تو u، پس از 1 شروع میکنیم، 1 و 2 و 3 و 4 تا خود 11، این میشه u. حالا ما از این مجموعه به عنوان مجموعه مرجع اونایی رو میخواییم که بزرگتر مساوی 8 باشن. یعنی یادت باشه که این باید زی مجموعه این باشه. مجموعه مرجع مجموعه جهانیه، مجموعه بزرگترینه. همه مجموعه دیگه باید زیر مجموعه اون باشن. یعنی نمیشه الان من توی مجموعه C چیزی بنویسم که توی U نباشه. خب این درست نیست. خب من میخوام بزرگتر مساوی 8 باشه، تو اینم باشه. طبیعتاً پس از 8 دیگه فقط تا 11 میتونم برم. دیگه نمیتونم بگم 8 9 10 11 12 و 3 نقطه، چون ته تهش خود مجموعه مرجع من تا 11 بیشتر نتونسته بره. پس میشه 8 9 10 11. حالا من چی به این اضافه کنم تا مجموعه U به وجود بیاد؟ خب میگم 11 شو داره، تا 8 ش هم داره، 1 تا 7 شو نداره. پس مجموعه C پریم میشه مجموعه اعداد از 1 تا 7. خب بگو ببینم مجموعه مرجع متناهی بود یا نامتناهی؟ درسته 3 نقطه داره، ولی بالاخره از 1 رفته تا 11 و تعداد مشخص عضو داره. مجموعه مرجع متناهی است، شماره است کاملا مشخصه. مجموعه اصلیمون شماره است. طبیعتا این چون زی مجموعه اونه، یادت باشه مثال حل کردیم، نمیشه مرجع ما متناهی باشه و مجموعه های ما نامتناهی. نمیتونیم توی مجموعه متناهی نامتناهی جا بدیم که. پس این قاعدتا اینم متناهی میشه. یه تعدادی از این مجموعه متناهی عضو حذف میکنیم، مجموعه هم که میمونه بازم متناهی میشه. یعنی در واقع مثالی تونستیم بزنیم که هر سه تا اینا متناهی باشن.
دقت کن که اون موقعی قشنگ میشه که اینا رو بذاری جلوت، همین چیزایی که اینجا داری میبینی، و خودت شروع کنی مثال ساختن. یعنی خودت بیا یه مجموعه مرجع تعریف کنی، مجموعه A و A پریم مشخص کنی که این ویژگی رو داشته باشه، و نترسی از اینکه سوالات رو اینجوری طرح کنی، بازه بیاری، شرط ها رو بیشتر کنی، قشنگترش کنی تا کمک کنه که مسلط تر بشی. خب بریم بعدی. نگاه کن، گفته که X عضو R، این X های عضو R رو مرجع گرفته، یعنی مجموعه مرجع ما همه اعداد حقیقیه، و مجموعه دی اون اعداد بین من 2 تا 11 شه، یه بازه نیم باز من 2 تا 11. خب اگه این مجموعه R مجموعه مرجع باشه، این اندازش یعنی این بازه نیم باز مجموعه ما باشه، بقیهش میشه مجموعه دی پریم دیگه. چجوری من اینو پیدا کنم؟ شاید کشیدن یه محور خیلی بهمون کمک کنه. خیلی وقتا از شکل استفاده میکنیم، کلی کارمون آسان‌تر میشه. شاید بعدها انقدر بر اساس همین چیزی که اینجا یاد میگیریم مسلط بشیم که دیگه احتیاج به این کارا هم نباشه، ولی برای شروع بد نیست یه محوری بکشیم. خب خود مجموعه دی بازه نیم بازه از من 2 تا 11، 11 اش پره، من 2 اش بازه، این وسط رو هم خواسته. حالا از مجموعه آر یعنی کل محور اعداد فرض کن انقدرشو بردیم بندازیم دور، چقدر میمونه؟ بقیه اون ورش میمونه و بقیه این ورش. بقیه اون ورش میشه 11 به بعد، بقیه این ورش هم میشه من 2 به قبل، اما میمونه بازه این پر و خالیا. اگه اینجا پره، اینجا باید برعکسش عمل کنم، خالی میذارم. اگه اینجا خالیه، اینجا باید برعکسش عمل کنم، باید پر بذارم چون متمم بشه. دقیقا باید برعکسش عمل کنه، توی متمم پر خالی میشه، خالی پر میشه. پس مجموع جواب من میشه مجموعه منفی بینت تا منهای 2 یا کوچکتر مساوی من 2 اجتماعش با، یعنی علاوه بر اون بقیهش که اون ور افتاده، از 11 باز به بعد، ایکس های بزرگتر از 11 که میشه به صورت بازه هم نوشت. آر مجموعه مرجع نامتناهی بود، زیر مجموعه های به صورت بازه توی مجموعه اعداد حقیقی یاد گرفتیم که نامتناهی هن، بی شمار تا عدد این تو وجود داره، این هم بی شمار تا عدد دارن، یعنی در این مثال هر سه نامتناهی هستن، پایان ناپذیرن. خب حالا این دفعه یه مجموعه داریم به این صورت، این مجموعه ما مجموعه ایکس های عضو آره، این مجموعه اعداد عضو آر مجموعه مرجع گرفته شده، اعداد به جز 2 و به جز 3 مجموعه ای هستن، یعنی همه اعداد به جز 2 و 3، یعنی توی محور اعداد 2 و 3 شو خالی کن، بقیه رو بردار، اسمشو میذاریم مجموعه ای. اگه این مجموعه ای باشه که یه مجموعه نامتناهی هم هست، از مجموعه آر یعنی از این محور اعداد من این قرمز رو ورش دارم، چی میمونه؟ این دوتا دونه نقطه آبی میمونه که اینجا دارید میبینید که قابلا مشخصه، یعنی خود عدد 2 و خود عدد 3، یعنی در واقع این دوتا عدد رو اگه من بیارم بزنم رو قرمزا، تمام مجموعه مرجع یعنی R به دست میاد. پس ما این دفعه مجموعه E پریممون شامل دوتا دونه عضو که یکیش 2 باشه و دیگری 3. این دفعه یه مثال جالبی شد، خود مجموعه مرجع نامتناهی، مجموعه اصلی نامتناهی، بیشمار عضو داره اما متممش متناهی. اینا مثالای خیلی خوبی هستن، میشه به صورت یه سوال از اون بپرسن، یه مجموعه بنویس نامتناهی باشه، مرجع نامتناهی باشه اما متممش متناهی باشه، همچین مثال هایی میتونید بزنید. ای و یو نامتناهی اما ای پریم متناهی است. این دفعه اف رو داده آر، گفته اف پریم چیه؟ یعنی خود آر مجموعه اصلی مونه. خب ما اگه از مجموعه آر آر رو برداریم، اگه از تو همه اعداد همه اعداد رو برداریم، چی میمونه؟ چیزی نمیمونه، طبیعتا میشه توهی. این مجموعه مرجع یعنی آر، مجموعه اصلیمون آر، چی به این قرمز اضافه کنم تا کامل بشه؟ خودش کامل هست، هیچی. پس افریم این دفعه میشه توهی. مجموعه مرجع و مجموعه اصلیمون نامتناهی هن. مجموعه توهی یادت باشه هیچی عضو نداره، پس متناهی حساب میشه، شامل صفر عضوه. یو پریم در حالت کلی یعنی اون باشه توهی میشه. متمم مجموعه مرجع مجموعه توهی است، متمم توهی مجموعه مرجع است. این دفعه مثال بعدی مونه، مجموعه اصلیمون توهیه، به توهی چی اضافه کنم که همه اعداد به وجود بیاد؟ خب چیزی نداریم، باید همه اعداد بهش بدیم. پس بنابراین اگه مجموعه اصلی من هیچی نیست، من مجبورم همه اعداد بهش بدم تا مجموعه اصلی یعنی مجموعه مرجع کامل بشه.
به این مجموعه مرجع به دست بیاد. به تهی چی اضافه کنم تا بشه آر؟ کل آر. پس جی پریم میشه آر. بنابراین تهی پریم هم اینجا برابر است با مجموعه مرجع. متمم مجموعه مرجع میشه تهی، متمم مجموعه تهی میشه مجموعه مرجع. مجموعه آ یک و دوه، میگه آ پریم پریم چیه؟ خب من میگم یه کاری بکنیم، اول بریم آ پریم رو پیدا کنیم، بعد یه مجموعه میشه دوباره متمم اون رو پیدا کنیم. اگه مجموعه من یک تا دو باشه، مجموعه مرجعمون هم مجموعه اعداد حقیقی باشه، متممش میشه بقیهش دیگه، میشه قبل از اینو بعد از اون، اسم این میشه آپریم. این پر اینجا خالی میشه، این خالی اینجا پر میشه، پر خالی به حال اگر پر باشه خالی میشه، خالی باشه پر میشه، اینجا هر دو پر هستن، متممهاشون هر دو خالی شدن. حالا این مجموعه آپریمه، قبلی رو دیگه فراموش کن، میخوای دوباره متمم این مجموعه قرمز رو پیدا کنی، به این قرمز چی اضافه کنم تا کامل شه؟ دوباره همون مجموعه اولیه رو دیگه، میبینی؟ اینو دوباره باید بهش اضافه کنیم، یعنی برمیگرده به مجموعه اولیمون برابر میشه. در حالت کلی آ پریم پریم مساوی با آ میشه. هر مجموعه باشه، هر مجموعه دلخواه رو دو بار پریم بگیری، به مجموعه اصلی باز میگردی. آ پریم پریم مساوی است با آ. آ اشتراکش با آ پریم هیچ اشتراکی ندارن، میشه توهی. آ اجتماعش با آ پریم میشه همه اعداد مجموعه مرجع. آ اجتماعش با آ پریم میشه مجموعه مرجع، اشتراکی ندارن. این رو هم که اینجا آموختیم. خب اگه یه مجموعه آ باشه و مجموعه بی باشه، اشتراکشون تو نموداری که بهش میگن ون، حالا انگلیسیش میشه وی ای دو تا ان، اینجوری خونده میشه، نمودار ون در مجموعه مرجع که معمولا با مستطیل نشون میدیم، این هم اگر دو تا مجموعه باشن و اشتراک هم داشته باشن، یعنی عضوی تو این باشه که در دیگری هم باشه، این ناحیه بینشون رو میگیم آ اشتراک ب. اگر تو همین مجموعه مرجع که معمولا با مستطیل نشون میدیم مجموعه یو باشه، گفته بودم بهتون بعضی جا با ام نشون میدن و توی مبحث‌های دیگه این ممکنه با حروف دیگه نمایش داده بشه، اگه این مجموعه آ باشه، مجموعه آ پریم یعنی یو به جز آ، آ رو از توش برداریم میشه بقیهش، به این میگن آ پریم. آ باشد آ نباشد. خب اگه میگه آ منه به، اینجا تفاضل دوتا مجموعه است، یعنی آ باشه ب نباشه، از آ اون تیکه‌ای که با ب مشترک رو وردار، آ به جز ب، فقط آ. به شکل‌های مختلف میشه اینو گفت که حالا اینا توی فصل آخر کتابمون باش خب خیلی کار میکنیم، خیلی کاربردی میشه. این مجموعه مرجع یو آ و ب رو فرض کردم که اشتراکی هم داشته باشن. وقتی میگه آ به جز ب، یعنی از آ فقط اون تیکه‌ای که مال خود آیه، آیه خالصه رو بردار، طبیعتاً این تیکه مشترکش رو باید بندازم کنار تا بشه آ به جز ب، میشه این تیکه‌ای که دارید می‌بینید و مشخص شده آ منه ب. حالا اگه ب منه آ رو می‌خواست اونوریه رو برمی داشت، یه چیزی مثل همین متقارنش اونور می‌شد، اون می‌شد ب منهای آ. آ به جز ب، آ باشد ب نباشد، آ باشد و اشتراکش با ب نباشد، ب نباشد میشه ب پریم، و رو میتونی اشتراک بگیری، یا رو میتونی اجتماع بگیری، آ باشه و ب نباشه، آ باشه اشتراک آ و ب نباشه، از تو آ اشتراکشون رو وردار، میشه همه اینا برابرن با آ منه ب. نمودار بنش هم خوب یاد بگی، خیلی خیلی این یه دونه پرکاربرد و جالبه. خب امیدوارم که خوب استفاده کرده باشین. در ادامه وارد بحث‌های دیگه‌ای میشیم که خیلی شاید مرتبط با این نباشه، ولی به زودی در پایان کتاب با همه این چیزایی که گفتیم سر و کار خواهیم داشت. شاد و تندرست باشی، خدا نگهدارتون باشه.